همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. هفته گذشته در این برنامه من پیرامون فرصت سوزی در میان نخبگان ایرانی در 400-500 سال گذشته و به ویژه در 200 سال دوران آغاز مدرنیته در ایران سخن گفتم و ایمیل های بسیاری از شما همیهنان دریافت کردم و همچنین از دوستانی که از راه تلفن و یا دیدار با من درباره این برنامه گفتگو می کردند شادمانی خودشون رو از این گفتگو، از این سخنان به من باقایی من رسوندن و دوستدار این بودند که این گفتگو ریشه بیشتری یا گسترش بیشتری پیدا بکنه، ریشه دارتر به این موضوع بپردازیم و به بررسی گسترده تر این موضوع در برنامه های آینده من بپردازم و جنبه های از اون رو بیشتر پرداخت کنم بهش یا در واقع گسترش بدم این بحث رو. از جمله یکی از همیهنان به درستی اشاره کردن که من در مجموعه فرصت سوزی های تاریخی که در میان نخبگان و رهبران و سیاستمداران ایرانی دمار از روزگار ما در تاریخ درآورده و گرفتاری های ماندگاری برای ما به وجود آورده و در این راستا بود که به این فرصت سوزی که آقای روحانی در سخنرانی سازمان ملل داشتند اشاره کردم، موضوع رو به من یادآوری کردن که در ردیف یکی از مهمترین نمونه های این فرصت سوزی است و پیامدهای بسیار زیانباری هم برای ایران در 30 سال گذشته داشته و اون زمانی بود که و من اشاره نکردم و باید میکردم، زمانی بود که ایران در جنگ با عراق، هنگامی که عراق به ایران تجاوز کرده بود و بخشای بزرگی از خاک ایران رو در خوزستان گرفته بود، ایران در جنگ با عراق به پیروزی های دست یافت و تمام سربازان عراقی از خاک ایران بیرون رانده شدند و حتی برخی از سربازان ایرانی و جنگجویان ایرانی به آن سوی اروندرود در نزدیکی‌های بصره رسیده بودند. در اون دوران بود که دولت‌های غربی، دولت‌های عرب به ویژه دولت عربستان سراسیمه و هراسان از شکست صدام حسین به ایران پیشنهادهای بسیار بسیار خوبی رو کردند. یعنی پیشنهاد کردند که مرزهای دو کشور همچنان باقی بماند و ایران هزینه بسیار کلانی رو بابت این یا خسارت بسیار کلانی رو بابت هزینه های جنگ از سوی عربستان، کویت و دولت های دیگر این منطقه دریافت کنه که در اون زمان پول هنگفتی بود. آیت الله خمینی و رهبران جمهوری اسلامی زیر بار نرفتند و قصد داشتند که این پیروزی رو تا رسیدن به کربلا و از اونجا به قدس ادامه بدهند. مست از پیروزی ها با فراموش کردن اینکه این پیروزی ها به بهای جان صدها هزار ایرانی و نزدیک به 1 یا 2 میلیون معلول و بی خانمان و ویرانی های بسیار کلان در اقتصاد و روبنای جامعه ایران به دست آمده، خواهان این بودن که این جانبازی تا گرفتن بغداد و آزاد کردن کربلا و از اونجا رفتن به قدس و شاید هم از اون طرف رسیدن به مکه ادامه پیدا بکنه و دیری نپایید که با گرفتاری های بسیار ماندگاری روبرو شدند و این گرفتاری ها سپس به آمدن ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا در به خلیج فارس انجامید و پس از مدتی به دنبال می گفتن تصادفی زدن یک هواپیمای مسافری ایران در نزدیک بندر عباس، سرانجام آیت الله خمینی جام شوکران رو سر کشید و پذیرفت که با یعنی ایران و عراق با هم ترک جنگ بکنند. هیچ خسارتی هم دیگر به ایران پرداخت نشد. یعنی آن فرصت بسیار تاریخی که در برابر ایران به دست آمده بود، این فرصت رو هم سران جمهوری اسلامی از دست دادن. البته من می توانم درک کنم که این آقای روحانی هنگامی که به سازمان ملل آمده چرا همان سخنان شبیه آقای احمدی نژاد رو در
تالار سازمان ملل دنبال کرده و تکرار کرده، چه بسا از بیم و هراس فشار درونی است و چه بسا خود او هم برخی از این سخنان بیپایه رو شاید باور داشته باشه. اما اندکی پس از برنامه هفته گذشته در روز چهارشنبه، یک روز پس از برنامه سخنرانی در سازمان ملل، هنگامی که آقای روحانی راهی تهران بود، در نیویورک آقای اوباما به او تلفن میزنه که البته میدانی که این تلفن ها تلفن تصادفی نیست، قرار میگذارند و آگاهی کسی میرسانند که از سوی رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته خواهد شد. البته طوری هم این رو دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم کرد که آقای روحانی بتواند بگوید که ابتکار تلفن از سوی شیطان بزرگ بوده و نه دولت منزه و پاک جمهوری اسلامی که دست خودش رو و اینجا گوش خودش رو به صدای هیچ یک از سران کشورهای شیطان بزرگ آلوده نمی کنه. بگذاریم که پیش از اون آقای ظریف با یکی از شیطانهای نسبتاً کوچکتر، یعنی وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کرده بود و پس از اون هم با وزیر امور خارجه همین شیطان بزرگ دیدار کرده. بنابراین این تبلیغات رو اگر کنار بگذاریم، جنبه این تماس گواه بر این است که، یعنی حقیقت این تماس گواه بر این است که گفتگوی جدی میان ایران با غرب آغاز شد و امیدوار هستم که این بار این سران جمهوری اسلامی آنگونه که آقای نتانیاهو گفت این کار رو برای عوام فریبی نکرده باشند، این کار رو به انجام برسانند و با حفظ حق ملی ایرانیان، با حفظ حق حاکمیت ایران به این ماجراجویی هسته‌ای پایان بدهند و بیم و هراس جنگ رو از سر هممیهنان ما بکاهند و به بحران اقتصادی که به دنبال این برنامه‌ها و تحریم اقتصادی گسترده علیه ایران آغاز شده تا حدود زیادی بتوانند پایان بدهند و زندگی مردم ایران آسودگی بیشتری پیدا کند. البته به داوری من زندگی مردم ایران تا هنگامی که حکومت دینی در ایران حاکم است آسوده نخواهد بود. این حکومت نابخرد، حکومتی که از نظر اقتصادی بسیار نابخرد، فاسد و از نظر سیاسی بسیار متجاوز به حقوق مردم و خونریز، سرانجام باید روزی به پایان برسد. ولی به هر روی هر گشایشی که در زندگی مردم ایران به وجود بیاید گشایش نیکیست، اون رو باید پذیرفت. من از شمار کسانی نیستم، هفته پیشم اشاره کردم، که هرچه وضع مردم بدتر بشود اون رو به فال نیک میگیرم و گمان میکنم که با بدتر شدن وضع مردم، مردم دست به شورش و انقلاب خواهند زد. خیر، مردم بر پایه اتفاقا باز شدن جامعه است که میتوانند درخواستای بیشتری رو از این حکومت بستانند. باز هم بر خلاف بسیاری از این به اصطلاح سیاستمداران اپوزیسیون، من بر این باور نیستم که بهبود روابط ایران با غرب و کنار نهادن ماجراجویی هسته‌ای و به معنای شکست یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه که به نظر من کرنش ناقهرمانانه است، در این واقعیت رو اگر نگاه کنیم به گشایش جامعه ایران خواهد انجامید. یعنی ایران باز خواهد شد، بازتر خواهد شد، البته باز نیست ولی اندکی باز خواهد شد. از نظر سیاسی پیامدهایی خواهد داشت که این پیامدها میتواند در سپهر سیاست درونی هم به سود جامعه باشد. حتما به این خواهم پرداخت. اما برگردم به موضوعی که آغاز کردم و اون فرصت سوزی از سوی نخبگان ایران و به ویژه در دوران جمهوری اسلامی است که چند مورد اون رو هفته پیش اشاره کردم و امروز هم چون همیهنی این رو به یاد من آورده بود از راه ایمیل که من ماجرای جنگ ایران عراق و پیشنهاد صلح رو، پیشنهاد ترک مخاصمات رو، ترک جنگ رو اشاره بهش نکرده بودم، این رو هم باید به این سیاهه فرصت سوزی های نخبگان ایران در درازای تاریخ چند صد سال گذشته بیفزاییم. امروز شرایط دیگری در برابر سران جمهوری اسلامی است. یعنی این فرصت سوزی تنها به گرفتاری های دراز پا در ایران نخواهد انجامید. این فرصت سوزی، یعنی اگر سران جمهوری اسلامی در این مذاکراتی که آغاز شده راه درستی رو در پیش نگیرند و پیشنهادهای دنیا رو نپذیرند
پیشنهادهایی که باید البته منطقی باشه، پیشنهادهایی که به هیچ وجه به معنای از میان بردن منافع ملی ایران نمیتواند باشد، ولی پایان دادن به این ماجراجویی هسته‌ای است و کنار نهادن این کوشش یا توهم یا برداشت یا وا حقیقت کوشش برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای. حالا اینکه میگم همه اینها رو استفاده میکنم این صفت ها رو برای اینکه هر یک از اینها ممکنه باشه، ممکنه برداشت باشه، ممکنه توهم باشه و ممکنه به راستی هم کسانی در ایران در سودای دستیافتن به جنگ افزار هسته‌ای اتمی باشن. ولی بر روی اگر این رو بتوانند دنیا رو قانع کنند که این رو به کنار نهادند و ضمانت های اجرایی برای این موضوع که در سودای ساختن بمب اتمی، بمب هسته‌ای نیستند، این رو بتوانند ایجاد بکنند و برای دورانی هم غنی سازی رو تعلیق کنند یا متوقف کنند تا بتوانند این مذاکرات به انجام برسه و البته پس از اون به نظر من غنی سازی برای دستیابی به انرژی جزء حقوق ایران هست و اون رو در یه شرایط پذیرفته شده و زیر قراردادهای بین‌المللی میتوان انجام داد، ولی تا هنگامی که ایران مناسبات خودش رو با غرب و به ویژه آمریکا نتواند حل بکند، حتی این غنی‌سازی هم در همون محدوده 5% یه زیر 20% گرفتاری های اساسی برای ایران ایجاد خواهد کرد. من امیدوارم که این فرصت تاریخی رو سران جمهوری اسلامی که ایران اینک به کرنش آمدند یا به استیصال رسیدند، به گرفتاری های بسیار اساسی در زمینه اقتصادی و سیاسی روبرو هستند، با چنین گرفتاری های دست و پنجه نرم می کنند، امیدوارم که این فرایند رو ویران نسازند، به کجراهه نروند، کوشش نکنند یک بار دیگر هم با دوز و کلک و پنهانکاری گمان کنند که می توانند چند سالی دیگر این گفتگوها رو عقب بندازند. دنیا زیر بار چنین چیزی نخواهد رفت و پیامد چنین تلاش‌هایی می‌تواند به جنگ و ویرانی ایران بیانجامد که امیدوارم چنین نشود، چون چنین چیزی به زیان دموکراسی، به زیان منافع ملی و به زیان مردم ایران خواهد بود. بنابراین اگر این 35 سال، اگر شکست دستگاه ارزشی جمهوری اسلامی، شکست اقتصاد، برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی، پروژه توسعه در جمهوری اسلامی و گسترش اسلام، مدل جمهوری اسلامی، ولایت فقیهی به سرتاسر جهان، اگر شکست این پروژه ها این حکومت رو به عقل نیاورده باشه، هیچ چیزی این حکومت رو به عقل نخواهد آورد، یعنی به میز مذاکره و پذیرفتن واقعیات دنیا نخواهد کشوند. آنکه نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهیچ آموزگار. البته این شعر رو به صورتهای دیگر هم میخوانند، من این صورت رو بیشتر میپسندم. به داوری من امروز ما در یک گذرگاه بسیار بسیار بحرانی و بسیار حساس تاریخی ایستادیم، در گذرگاهی که یک سوی آن جنگ و ویرانی است، سوی دیگر آن پذیرفتن روابط درست و قانونی و حقوقی با دنیا، پذیرفتن پیمانهای جهانی، دست برداشتن از کارهای پنهانی غیرقانونی در زمینه غنی‌سازی، در سودای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا جنگ افزار هسته‌ای. اگر این رو بتوانیم از این گذرگاه عبور کنیم و گشایشی در سپهر سیاست ایران به وجود بیاید، به داوری من راه گذار از جمهوری اسلامی هموارتر خواهد شد. بختک جنگ از سر کشور ما برخواهد خواست، به کنار خواهد رفت و ما با امکانات بهتری میتوانیم، مردم ما با امکانات بهتری میتوانند در زمینه سیاست به رو در روی با حکومت بروند. اجازه بدهید که توضیح بدم که چرا من چنین میاندیشم. من بر این باور نیستم که مردمی که سخت در زندگی اقتصادی روزانه درگیر هستند بهتر از کسانی که یا بهتر از جامعه‌ای که به این گرفتاری‌ها به طور دائم
متوسل نیست و گرفتار نیست، میتواند در سیاست و در دگرگون کردن جامعه شرکت و مداخله داشته باشه. یعنی مردمی که روز و شب درگیر نان شب و فشار اقتصادی هستند، تاریخ نشان داده که از مردمی که دست کم گذران زندگیشون به آرامی ممکن شده و بیشتر فرصت نگاه به آینده رو دارند و چشماندازهای سیاسی رو دنبال می کنند، مردم گروه نخست کمتر می توانند به سودای سیاست بپردازند. یعنی تاریخ نشان داده که هرچه بدتر اوضاع بهتر نمی شود، دست کم در حوزه سیاست. جنب و جوش سیاسی ایران دوران پادشاهی محمد رضا شاه در دوران بحران اقتصادی ایران آغاز نشد، در دوران شکوفایی اقتصادی به مفهوم افزایش درآمد نفت آغاز شد. درآمد نفت ایران از سال 1152 به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده بود. بسیاری از ایرانیان به دلیل همین در افزایش درآمدها امکان سفرهای بسیاری رو به خارج داشتند. سالی نزدیک به 500,000 ایرانی از اروپا دیدار می کرد. بسیاری از ایرانی ها از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار شده بودند. در این بهبود وضعیت اقتصادی درخواست حقوق سیاسی کردند، درخواست این رو کردند که می خواهند حقوق سیاسی هم داشته باشند، می خواهند مشارکت در زندگی جامعه بکنند. این است که ضرورتاً بدتر شدن شرایط به بهتر شدن چشمانداز سیاسی نمی انجامد. البته به انقلاب ها، به شورش ها، به چیزهای از این دست دامن خواهد زد و خیلی ها هم در سودای چنین چیزی هستند که انقدر وضع بد بشود که مردم دست به رفتارهای مهاجمانه بزنند، یعنی واکنش های تند نسبت به حکومت نشان بدن، مثلا اتوبوس آتش بزنند و به مراکز پلیس و شهربانی و پاسداران حمله کنند و کارهای از این دست که در ادامه صحبت امروز به او خواهم پرداخت. ولی من بر این باور هستم که چون سخت پایبند گذار مسالمت آمیز از حکومت دینی به یک حکومت حقوق بشری و یک جمهوری حقوق بشری هستم و گریزان از خشونت، باور بر این دارم که اگر ایران بتواند با غرب کنار بیاید و گشایشی در سپهر سیاست ایران به وجود بیاید، ایران مسیر تونتری رو به سوی باز شدن جامعه و دستیابی به دموکراسی طی خواهد کرد و جمهوری اسلامی که به نظر من به هر روی یک حکومت پایان یافته است، در سراشی قرار داره، با شتاب بیشتری رو به پایان خواهد نهاد. خواهید پرسید که اگر چنین ارزیابی درست هست، اگر بهبود روابط با غرب و کنار آمدن بر سر مسئله هسته‌ای و دیگر سیاست‌ها به گشایش سیاسی درونی ایران هم یاری می‌رسانه، و من بر این باور هستم که فرایند فروپاشی حکومت رو شتابان‌تر می‌کنه، چرا سران جمهوری اسلامی چه انگیزه‌ای دارند که با غرب کنار بیایند؟ ببینید، این ارزیابی رو من از دیدگاه خودم، از دیدگاه فردی که جزء مخالفان این حکومت هست، بیان میکنم. اونها انگیزهای دیگری دارند برای پذیرفتن شرایط جدید. فشار سرسام‌آور اقتصادی، محاصره اقتصادی ایران، کاهش درآمد نفت به طور بسیار بسیار شکننده‌ای برای اقتصاد ایران، گرفتاری‌های سیاسی جدی در درون ایران برای سران حکومت ایجاد کرده و درگیری‌های سیاسی درونی رو در میان حکومتیان افزایش داده. بنابراین انگیزه اونها برای کنار آمدن، برای پذیرفتن این دور مذاکرات جدید که به نظر من از دیگر مذاکرات متفاوت هست، انگیزه خود اونهاست، انگیزه نجات حکومته. اما پیامد اون به نظر من نجات حکومت نیست. پیامد اون افزایش بحران در درون حکومت و احتمالاً درگیری بیشتر میان تندروها با طرفداران اصلاحات، با کسانی که تا حدودی نسبتاً ملایم‌تر می‌خواهند نسبت به اوضاع سیاسی جهان و
پیرامون ایران برخورد بکنند. کسانی که امروز از کنار نهادن حتی شعار مرگ بر آمریکا سخن میگویند. دیدم در رسانه ها که آقای رفسنجانی هم و چند تن دیگر هم داده سخن دادند که امام راحل هم با شعار مرگ بر آمریکا موافق نبودند. خب بیدار شدن از خواب هر زمان هم که باشد بد نیست، اون هم خوابی چنین بلند و 35 ساله. ولی به داوری من دروغ گفتن با مردم چیز بسیار ناپسندی است. امام خمینی سازنده شعار مرگ بر آمریکا بود، کسی بود که بارها در سخنرانی ها گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و در 10 سالی که بر قدرت نشسته بود در اون برنامه هایی که شرکت میکرد مردم به دیدنش میآمدند و سخنرانی میکرد، بارها و بارها فریاد مرگ بر آمریکا از سوی کسانی که هوادار او بودند به گوش میرسید. مرگ بر اسرائیل به گوش میرسید، مرگ بر بنی صدر به گوش میرسید، مرگ بر بازرگان نخست وزیر برگزیده خود آقای خمینی به گوش میرسید و ایشان کمترین سخنی در این باره نگفتند و گویا در گوشی و به طور خصوصی به آقای رفسنجانی گفتند که خوب است این شعار داده نشود. ما میدانیم که در زمانی که آقای خمینی زنده بودند و در اوج قدرت قرار داشتند و میتوانستند با گفتن این که من آیندگان نمیخوانم آیندگان رو تعطیل کنند، با یک جمله که گوشت یخ زده حلال هست حرام نیست به بسیاری از گرفتاری های فقهی مجتهدان پایان بدهند، حجاب رو با چند عبارت اجباری بکنند، ایشان میتوانستند بگویند که به صلاح ملک و ملت نیست که ما شعار مرگ بر آمریکا بدهیم و به آدم هایی که در پیرامون داشتن بگویند که در برخورد و گرفتن سفارت آمریکا کوتاهی کنند، نروند به دنبال این چنین کاری. البته من این رو باور دارم که خود آیت الله خمینی در سودای درگیری لگام گسیختهی با غرب نبود و میخواست روابط متعادلی بیان شرق و غرب به وجود بیاورد، یعنی هم با غربی ها لاس بزند و هم با شوروی و دولت های تابع اون. ولی جناهای تندرویی که به هر حال پرورده شده در بیت او بودند، در زیر سایه ارزش هایی که او در جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود پرورده شده بودند، اونها بسیاری از این شعارها رو نه تنها مطرح کردند بلکه خود آقای خمینی هم همراهی کرد و پذیرفت. و اینکه امروز پس از 35 سال کسانی میگویند که امام از آغاز زیاد موافق این شعارها نبود، امام میتوانست به عنوان رهبر مملکت جلوگیری کنه. این همان امامی است که میدانیم هیچ اعدامی در ایران بدون پروانه ایشان روی نداده. امروز در گفتگو میان سران جمهوری اسلامی و کسانی که به هر حال از سازندگان این حکومت بودند و همچنین کسانی که سالیانی است که از این حکومت بریدند و به روشنفکران دینی یا اصلاح طلبان نام‌آور شدند، گفتگوهایی در جریان هست که من گاه با برخی از دوستانی که به هر حال بریدن از این حکومت گفتگو میکنم، میبینم در پس کله اونها هنوز این سخن هست که شاید 10 سال آغاز انقلاب اون بوی خوش دوران امام خمینی چیز خیلی بدی هم نبوده و این پس از 10 سال رو بیشتر دوره 20 سال دو 25 سال بعدی رو به اون ایراد میگیرن، جز دوران آقای خاتمی. حتی در صحبت‌های آقای کروبی همچنین بود اگر به یاد بیاورید، آقای موسوی که به ویژه به دوران انقلابی امام اشاره میکردند و خیلی ها از کسانی که امروز از این حکومت بریدند هنوز اون دوران 10 سال و دوران سازندگی و انقلاب ایران میدانند. همه گرفتاری های ایران زاده اون 10 سال نخست است، یعنی گرفتاری هایی که اون 10 سال نخست در دوران زندگی خود آیت الله خمینی تمام برنامه هایی که در اون دوران ریخته شد، اونها در واقع 25 سال پس از اون رو تنظیم کرده. آقای احمدی نژاد فرزند ارزش های همون دهه نخست انقلاب اسلامی است، دیگران هم همینطور.
ولی خب برخی عاقل‌تر شدند و آقای احمدی نژاد همچنان بر تبل تبلیغات و سخنان بیپایه و مبارزه با جهان میکوبید و دیگرانی که از او هم تند رو ترستند. بنابراین در ارزیابی از جمهوری اسلامی اگر کسانی امروز میخواهند واقع بینانه برخورد کنند، تنها کافی نیست که بگویند سیاست‌های تندروی جدا از سیاست‌های آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی این حکومت رو به چنین گرفتاری به راستی باید گفت گسترده و در خود فرو رفته‌ای، در خود کلاف سردرگمی گرفتار کرده. کافی نیست، باید بگویند که فاجعه از آغاز انقلاب اسلامی، از سیاست‌های مصادره، از اعدام‌های نخستین گروه امیران و افسران ارتش مخالفان حکومت از همون زمان آغاز شد، از همون سیاست‌های تندروی صدور انقلاب، از دشمنی، دشمن طلبیدن و دشمن ساختن از همسایگان ایران، از کوشش برای درگیری با کشورهای دیگر، از پرورش تروریسم، از کشتن مخالفان در کشورهای اروپایی و یک مورد هم در آمریکا، از اونجا آغاز شد. از همون آغاز کار بود که این بنای کج سنگ اولش نهاده شد و بنابراین کافی نیست که امروز برگردند و بگویند که در آغاز کار سیاست‌های بهتری ما داشتیم، تندروها نگذاشتند. امروز کسانی که می‌خواهند حتی نیم نگاهی به معتدل کردن وضعیت کنونی ایران داشته باشند، بگذاریم از کسانی مانند من که خواهان گذار از این حکومت هستند، دست کم اگر با مردم راست نگویند نباید از آن فاجعه 10 سال نخست انقلاب پشتیبانی کنند و تصور کنند که امام خط درستی رو داشت و به قول توده‌ها حالا یا خود امام به خط امام خیانت کرد یا دیگران به این خط امام خیانت کردند. خیر، خط رو خود آیت الله خمینی گذاشت و این حکومت پرورش یافته سیاست آیت الله خمینی است که امروز با بن‌بست روبرو شده. شکست سیاست‌های افراطی نیست، افراطی است که از وجود و سیاست شخص آیت الله خمینی برخاسته و درست است که هنوز در میان بسیاری از کسانی که حتی انتقاد به سیاست‌های رهبری کنونی یعنی آقای خامنه‌ای رو دارن، یک شیدایی نسبت به احساس شیداگونه نسبت به آیت الله خمینی وجود داره، ولی زمانی باید از این رویای شیداگونه، از این رهبری که به هر روی کشور ما رو به چنین گرفتاری اساسی و بنیادی دچار کرد، از او باید ببرند و بدون بریدن از او کسی باور نخواهد داشت که اونها به راستی معتدل شدند و یا در صدای ساختن یک برحال ایران تازه هستند. بگذاریم از گرفتاری های دیگری که در اندیشه این آدم ها و این رهبران وجود داره. من که بر روی در صدای اصلاح حکومت نیستم، ولی هر اصلاحی رو هم ازش استقبال می کنم. من در صدای یا آرزومند گذار از حکومت دینی هستم. اما اجازه می دهید که اینجا به بخش دوم برنامه امروز بپردازم و اون همین نکته است که به اون اشاره کردم، یعنی رابطه میان گذار از یک حکومت با اصلاحات در درون حکومت. در میان مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه اونهایی که بر سینه‌شون میکوبند و واژه‌های بی‌پایه و بدون مایه‌ای مانند انحلال، براندازی، چیزهایی از این دست رو تکرار میکنند و 35 سال استش که این واژه ها رو تکرار کردند و هیچ کاری هم در این زمین ها انجام ندادند، یک تصوری در میان مردم ایجاد می شود که گویا اصلاحات در جامعه چیز بدی است و هر کس بگوید که گشایشی اگر در ایران روی بدهد به سود جامعه است، اصلاح طلب شده. همین شایعات رو این روزها گروهی از اینها درباره من آغاز کردند که محمد امینی مدتی است که اصلاح طلب شده، طرفدار آقای روحانی است و روحانی شده قبله مناجات و ستایش. و دروغ بی‌پایه‌ای که هیچ زمینه‌ای در اندیشه‌های من نداره.
من طبیعی است که باور داشتم و باور دارم که انتخاب آقای روحانی به جای آقای جلیلی به سود جامعه بوده، همونجور که اعتقاد داشتم که اگر کسی دیگری از اصلاح طلبان به جای آقای احمدی نژاد انتخاب می شد، اگر آقای کروبی یا موسوی انتخاب می شدند، سخت به سود جامعه بود و 4 سال گرفتاری های دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو ما امروز تاوانش رو پس نمی دادیم. باور دارم که در میان حتی استوارترین هواداران حکومت دینی در ایران هم سیاست های متفاوتی وجود داره. باور دارم که در میان خونریزترین حکومت ها هم میتواند سیاست های متفاوت وجود داشته باشه. هنگامی که هولاکو خان به ایران آمد، در دور دوم آمدن مغولان به ایران، بار اول آمدند برای نه کشورداری بلکه کشورگشایی و غارت و بردن اسیر و حتی صنعتگران و نخبگان ایرانی به مغولستان. 40 سال پس از اون هولاکو نوه چنگیز برای کشورداری، برای گرفتن ایران و اداره ایران به ایران آمد و دولت ایلخانان مغول رو در ایران ایجاد کرد. هنگامی که هولاکو به ایران آمد، نخستین کاری که در برابر خودش قرار داده بود و اصلا از با این سودا وارد ایران شد، وارد خاک ایران شد، که به حکومت مستقل و نیمه مستقل اسماعیلیان در گوش و کنار ایران در دژهایی که ساخته بودند پایان بدهد. و این اسماعیلیان بودند که حکومت‌های اون دوران رو بسیار ناتوان کرده بودند. یعنی یکی از دلایل پیروزی مغولان در اون دوران رفتاری بود که اسماعیلیان با پادشاهان اون زمان داشتند و چون زورشون هم به اونها نمی رسید که حکومت سرتاسری ایجاد بکنند، تنها توانستند حکومت‌های سرتاسری مانند سلجوقیان و خوارزمشاهیان رو ناتوان کنند و چیرگی مغولان رو شدنی تر. ولی از این بگذریم، هنگامی که هولاکو خان سرانجام به ایران رسید و یکی از آخرین دژهای اسماعیلیان رو برانداخت، گرفت در واقع و بسیاری رو از این دژها بیرون آورد و کشت، یکی از کسانی رو که آزاد ساخت و بهش امان داد خواجه نصیرالدین طوسی بود، یکی از بزرگترین دانشمندان ایران در اون دوران، که در یکی از دژهای شاید بیش از 20 سال در چند دژ اسماعیلیان زندگی میکرد. نوشتن در تاریخ ها برخی که خواجه نصیرالدین طوسی بود که هولاکو رو به گرفتن بغداد برانگیخت. ما سندی در این باره در دست نداریم. این رو بیشتر مخالفان، یعنی نویسندگان عرب مخالف ایرانیان گفتند که خواجه نصیرالدین طوسی برای انتقام گرفتن از کاری که خلیفه کرده بود در برانگیختن مغولان برای آمدن به ایران، هولاکو رو به گرفتن بغداد تشویق کرد. چه بسا که این سخن میتواند درست باشه، اما دلیل داره که این مثال تاریخی رو برای شما زدم. هنگامی که سرانجام هولاکو به بغداد رسید، همین خواجه نصیرالدین طوسی بود که از کشتار گسترده و لگام گسیخته بسیاری از، یعنی از این کشتار نه این که بگم جلوگیری کرد، ولی اون رو کاهش داد. یعنی شمار روزهایی که مغولان به کشتار مردم بغداد پرداخته بودن رو اندکتر کرد، کمتر کرد و جلوگیری کرد از کشتار بسیاری از کسانی که می توانستند در ساختن، در سازندگی آینده نقش داشته باشند. به این دلیل این مثال رو می زنم که حتی در خونریزترین رویدادهای جهان هم شما می توانید یک راهی برای اعتدال پیدا بکنید. یعنی می توانید جلوگیری بکنید از اینکه این خونریزی دامنگیر همه شهروندان بشود و شاید بتوانند کسانی با اندرزگویی و داوری و کارهای دیگری این خونریزی رو ازش بکاهند. این مثال رو زدم برای اینکه به روزگار امروز برسم. همه کسانی که از یک حکومت هواداری می کنند یا از یک فرمی از یک حکومت هواداری می کنند در سیاست همسو و یکسان نیستند. در همین ایالات متحده آمریکا و در تمام دموکراسی های اروپایی، احزابی که از بنیاد یک برنامه اقتصادی
سرمایه‌داری رو دارند، یعنی از بنیاد سرمایه‌داری پاسداری می‌کنند و وفادار به ماندگاری همین نظام سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هستند، سیاست‌های متفاوتی رو برای پیشرفت اقتصادی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، حتی دموکراسی در پیش می‌گیرند. در همین ایالات متحده آمریکا این اختلاف بر سر مسائل آنچنان امروز بالاست که چند روزی است که دولت فدرال آمریکا تعطیل شده به دلیل اینکه جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر تصویب بودجه با هم به توافق نرسیدند. دولت ایالات متحده آمریکا بودجه کامل برای گذران کار خودش رو نداره و به نظر میاد که شاید تا پایان این هفته هم این گرفتاری به درازا بکشه. تفاوت هست میان سیاست آقای اوباما و سیاست آقای جورج بوش. به همین ترتیب هم در میان سران جمهوری اسلامی یا کسانی که هوادار و خواهان ماندگاری جمهوری اسلامی هستند همه یکسان نمی‌اندیشیدند. سیاست های کاملا متفاوتی وجود داره. سیاست آقای خاتمی با سیاست آقای جنتی متفاوت است. سیاست آقای خامنه‌ای با سیاست آقای روحانی متفاوته. اینها جنگ زرگری نیست. اینها تفاوت‌های اساسی و بنیادی در چشم‌اندازهایی است که اینها برای ماندگاری جمهوری اسلامی دارند. آدمی مانند من که با ماندگار بودن جمهوری اسلامی از بنیاد تفاوت داره، مخالف هست با این حکومت و خواهان یک حکومت دموکراتیک، سکولار و غیر دینی در ایران هست، باید این تفاوت ها رو درک بکنه و نمیتواند سر خودش رو پایین بیاندازد، چشم خودش رو به روی راستی ها ببنده و تصور کنه که هیچ تفاوتی نمیکنه که آقای جلیلی بر سر کار باشد یا آقای روحانی. و به مجرد اینکه کسی مانند من آمد و گفت که بهتر است که روحانی بر سر کار باشد تا جلیلی، در شیپورها بدمند که محمد امینی طرفدار روحانی شده. خیر، شما می توانید خواهان از میان رفتن یک حکومت باشید و در همان زمان هر گونه اصلاحات رو در جامعه از سوی سیاستی در همون حکومت به فال نیک بگیرید و این بخشی از سیاسته. یعنی اصولا یک انسان سیاسی، انسانی که به پیشرفت جامعه نگاه میکنه، چشماندازهای کوتاه مدت و دراز مدت داره، چشماندازهای کلان و کوچک داره. نگاه دراز مدت و کوتاه مدت به جامعه داره. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم. اونهایی که طرفدار سوسیالیسم هستند و از بنیاد با سرمایه‌داری مخالفند و معتقد هستند که سرمایه‌داری اصلا باید برچیده شود، مارکسیست ها از جمله، مارکسیست های متمدن در کشورهای اروپایی برای کاهش ساعت کار کارگران و افزایش دستمزد مبارزه کردند، همراه با کوشش برای پایان دادن به سرمایه‌داری. اگر نتوانستند به سرمایه‌داری پایان بدهند، نگفتند که کاهش ساعت کار کارگران کار نادرستی است، افزایش دستمزد کار نادرستی است، چون کارگرانی که درآمدشون بالا رفته، دستمزدشون افزایش پیدا کرده و ساعت کارشون 40 ساعت در روز و بعضی از کشورهای اروپایی 35 ساعت در روز در هفته شده، پوزش میخوام، هنوز در نظام سرمایه‌داری زندگی میکنند. ولی بهبود زندگی اونها در این نظام سرمایه‌داری بهتر از 60 ساعت کار در هفته و با حقوق بسیار اندک است. این است که حتی دشمنان یک نظام سرمایه‌داری هم از جمله در همین ایالات متحده آمریکا از بالا رفتن حداقل دستمزد پشتیبانی میکنند و کسی به اونها نمیگوید رفرمیست. طرفدار رفرم بودن کار بدی نیست، اصلاح طلب بودن کار بدی نیست. اگر اصلاح طلبی تنها چشمنداز زندگی سیاسی گروه باشد، آنجاست که گرفتاری وجود داره. اصلاح طلبی در آنجای گرفتاری داره که اصلاحات رو
عنوان پایان کار بسنجید. به تصور کنید که اگر در جامعه اصلاحات به وجود بیاد، حکومت اسلامی حکومت خوبی خواهد شد، حکومت دینی اصلاح شده حکومت نیکی برای جامعه خواهد بود. بنده بر این باور هستم که حکومت دینی به هر صورتی که باشد، خونریزترین شکل اون یا حتی مداراجوترین شکل اون هم زیان آور برای جامعه است. من طرفدار یک دموکراسی سکولار هستم، ولی به سود جامعه میدانم که از خونریزی حکومت کاسته بشود، گشایش در سیاست به وجود بیاید، آزادی های مورد حتی در چارچوب همین قوانین بسیار محدود حکومت مورد احترام قرار بگیرد، تا حتی آزادی روزنامه ها، زندانیان آزاد بشوند. شما می توانید خواهان پایان یافتن یک حکومت باشید و همچنان اصلاح در این حکومت رو مثبت بدانید. اگر ما چنین نیندیشیم، امیر کبیر رو انسان برجسته ای نمی دانیم. سپه سالار رو که در تنها در سودای اصلاحات دولتی بود انسان برجسته ای نخواهیم دانست. مشروط خواهان رو که تنها چشماندازی که داشتند مشروط کردن قدرت پادشاه بود و اصلاحات دولتی در ایران بود، اونها رو ازشون به نیکی یاد نخواهیم کرد. مصدق و شخصیت برجسته ای به شمار نخواهیم آورد که در سودای رفرم و اصلاحات در ایران بود، نه براندازی. شما می توانید در یک جامعه بسیار پر از خشونت مانند ایران از یک سوی در سودای پایان دادن به این حکومت باشید، این آرزو و برنامه شما باشد، و در همان زمان هر گونه اصلاحات و گشایشی رو در این جامعه به فال نیک بگیرید، ازش استقبال کنید، بگویید که به سود جامعه است، و بیشتر بخواهید. اگر به شما دو دادند سه بطلبید، اگر سه دادند چهار بخواهید، و اگر چهار دادند پنج و شش و همچنین درخواستای بیشتر. این به سود جامعه است. اینکه شما بنشینید و گمان کنید که از راه رسانه ها در خارج و اعلامیه دادن در خارج از ایران می توانید مردم رو برانگیزید در ایران که بروند و خشونت به کار ببرند و این حکومت رو بیاندازند، و گمان کنید که اونها هزینه می دهند که شما بتوانید به قدرت برسید، خیال واهی است. نه مردم این چنان فریب خواهند خورد و نه اصلا از این راه ها می توان حکومتی رو که هیچ بیم و حراسی از خونریزی ندارد رو واشگون کرد. این حکومت رو از راه محاصره مدنی، از راه نافرمانی مدنی می توان به زانو در آورد، و وضعیتی که امروز به وجود آمده و گریز از خشونت. می پرسند دوستان که منظور و مراد از خشونت پرهیزی در یک جامعه مانند ایران چیست؟ آیا انسان ها حق ندارند در برابر خشونت حکومت از خودشون دفاع بکنند و دست به خشونت بزنند؟ هیچ انسان هوادار خشونت پرهیزی این حق رو برای آدمیان در دفاع از خود و به کار گرفتن حتی خشونت تدافعی این رو انکار نمی کنه. زنی که از سوی همسرش مورد خشونت قرار می گیره، حتی اگر دست به خشونت علیه این همسر بزنه، در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان در دادگاه جرمی بر او نخواهد بود، زیرا که در دفاع از شخص خودش، از زندگی خودش دست به خشونت زده. ولی خشونت مهاجمانه موضوع دیگری است. خشونت مهاجمانه یعنی رفتن به جنگ حکومت با نوع خشونتی که همان حکومت به کار می‌برد. شنیدم که یکی از شاعران ایران در یک مصاحبه تلویزیونی، شاعری که به هر حال من هم به ایشون احترام بسیاری میگذاشتم و میگذارم و نمیدانم که چرا این سخن رو گفته، از ضرورت مبارزه مسلحانه یا از حق مردم در مبارزه مسلحانه سخن گفته. خب این حق به طور عمومی یه بحث آکادمیک، اما اگر تصور کنید که امروز شما از راه دست بردن به جنگ افزار، برا انداختن گروه های پنهانی خشونت برانگیز، کشتن پاسداران، آتش زدن مراکز دولتی، ویران ساختن کارخانه ها، از این راه ها می توانید این حکومت رو براندازید و در پیامد اون یک دموکراسی در ایران برقرار کنید، این سوریه در خدمت شما. لازم نیست که تاریخ بخوانید،
کافی است که سرنوشت سوریه رو بهش نگاه کنید و ببینید که این برانگیختن خشونت برای براندازی حکومت بشار اسد چه فاجعه‌ای برای مردم سوریه به وجود آورده. آیا این چشم‌اندازی است که ما در برابر مردم ایران می‌گشاییم؟ سوریه رو در ایران تکرار کنید و از این راه در واقع دولت بشار اسد ایران رو، دولت آقای خامنه‌ای رو ناتوان سازید. آیا دولت آقای بشار اسد از این راه گذر ناتوان شده؟ گیرم که فردا این خشونت لگام گسیخته و مسلحانه چند سویه در سوریه به برانداختن آقای بشار اسد بیانجامه. جدا فکر میکنی که از دل این خونریزی این حکومت هایی که از همون جنس حکومت هستند یا از اون جنس حکومت شدند دموکراسی بیرون خواهد آمد، رفاه اجتماعی بیرون خواهد آمد، یک گروه خونریز دیگری مانند همون حکومت گذشته به وجود خواهد آمد، حتی شاید خونریزتر. ما نمونه ایران رو داریم، نالان از فشار ساواک و خودکامگی حکومت پیشین و فساد، گرفتار سپاه پاسداران و بسیجی و حکومتی بسا خونریزتر و خودکامتر شدیم، حکومتی که در گوشه های تا زندگی خصوصی مردم هم مداخله میکنه و 35 سال استش که با اون روبرو هستیم. آیا میخواییم امروز از جای خشونت به حکومت دیگری دست بیابیم که از این حکومت هم ویرانگرتر خواهد بود؟ آیا گمان میکنید اگر فردا گروهی مانند سازمان مجاهدین به رهبری مریم و مسعود با اون نظریه ها، با کمک جانبازانی که دارند و با یاری کشورهای غربی اینها در ایران از راه خشونت به قدرت برسند، جدا گمان میکنید که دموکراسی در ایران به وجود خواهد آمد؟ حکومتی که از پیش رئیس جمهور تعیین کرده بیشتر از همین دوران چوبه دار برخواهد انگیخت، بلند خواهد کرد، خواهد ساخت و کشتار و گرفتاری ها ادامه خواهد یافت. هر گروه دیگری هم از راه خشونت به قدرت برسه، دموکراسی به ایران به ارمغان نمی آورد. دموکراسی رو باید از راه نافرمانی مدنی، از راه تنگ کردن زمینه و زمانه بر این حکومت، همان چیزی که امروز باش روبرو هستیم، از راه شورش های مدنی اجتماعی، از راه کارهایی که تا امروز در جامعه نمونه اون رو دیدیم، در 88، در رویدادهای دیگر، از این راه ها باید ناتوان کرد و از راه افشای ارزش های فرهنگی، ارزش های سیاسی حکومت، کاری که باید رسانه های خارج بیشتر به اون بپردازند، چون دستشون برای این کارها باز هستش. بر روی چون به پایان برنامه نزدیک می شویم، اجازه بدهید که به روشنی منظور خودم رو در اینجا بگویم. من حتی در دوران آقای خاتمی هم طرفدار آقای خاتمی و جنبش اصلاحات نبودم، یعنی باور داشتم که این جنبش اصلاحات شکست خواهد خورد و پیامدهای ماندگاری برای ایران نخواهد داشت. ولی آیا به این معناست که من بودن آقای خاتمی رو بدتر از آقای احمدی نژاد میدانم؟ یا تصورم این هست که در دوران زمامداری خاتمی روزهای بدتری برای مردم ایران بود؟ خیر، من باور دارم که حتی در درون حکومت‌هایی که از نقطه نظر ایدئولوژیک بنیادی با دیدگاه من تفاوت دارند، من یک طرفدار اعلامیه جهانی حقوق بشر هستم. چشمانداز من برای ساختن ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یک حکومت سکولار، جدای دین و دولت رو بهش باور دارم. به آزادی کامل مردم در اندیشیدن و در پرستش، در بیدین بودن و یا پذیرش هر آیینی جدا باور دارم. به برابری کامل حقوق زنان و مردان و همه شهروندان ایران از هر تیر و تبار و هر زبان و آیینی که هستند باور دارم و طبیعی است که از بنیاد با حکومت جمهوری اسلامی که حکومت تبعیض است مخالفم. ولی هر گونه بهبودی رو در زندگی مردم و هر گونه سیاستی رو که به گشایش جامعه ایران بیانجامد به سود جامعه میدانم و فکر میکنم که چنین کاری باید ازش استقبال بشه. اگر مذاکرات میان ایران و آمریکا به انجام برسد، به انجام نیکی برسد، به سود مردم خواهد بود. اگر زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشوند،
بسیار بسیار خوب خواهد بود. اگر روزنامه ها آزادی هایی پیدا بکنند به سود جامعه خواهد بود. ولی این به معنای پذیرفتن اصلاحات به عنوان تنها راه برون رفت از این گرفتاری ها نیست. من فکر میکنم اصلاحات برای جامعه پدیده مثبتی است، هر جامعه بشری، اما به ویژه در یک جامعه مانند ایران ما به چیزی بیشتر از اصلاحات نیاز داریم، به گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک حکومت غیر دینی، حکومتی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز داریم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما.